بیش از چهل سال از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران می گذرد. به رغم اینکه حوزه مرجعیت و روحانیت در طی چهارده قرن گذشته محترمترین و مؤثرترین نهاد دینی و مردمی در ایران به شمار می رفته. اما رفتار، کردار و عملکرد حاکمیت در چهار دهه اخیر به ای بوده که اکنون همین روحانیت احترام خود را از دست داده و مورد اهانت و بی حرمتی قرار می گیرد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. با نگاهی گذرا به رسانه های داخلی ایران و رصد دقیق اخبار در یکی دو هفته اخیر حداقل چهار مورد خبر حمله مستقیم به روحانیون در ایران دیده می شود. اولین مورد از این دست اخبار کتک زدن یک طلبه جوان به نام آرمان علیوردی توسط چندین جوان دیگر در شهرک اکباتان در غرب تهران بود. در این حادثه آنقدر این طلبه را کتک زدند که یکی دو روز بعد وی بر اثر جراحات شدید جان باخت. این رفتار نشان دهنده عمق تنفر افراد حمله کننده به این طلبه بود. بعد از این ماجرا در دوازده آبان هم یک طلبه روحانی سی ساله به نام یاسر اسماعیلی در منطقه نظرآباد کرج مورد حمله و ضرب و شتم شدید توسط چند نفر قرار گرفت. او به دلیل شدت جراحات و خونریزی زیر عمل جراحی قرار گرفت در حادثه دیگر باز هم روز دوازده آبان سجاد شهرکی طلبه روحانی سی و یک ساله و امام جماعت مسجد مولای متقیان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران مورد ضرب گلوله توسط چند فرد ناشناس قرار گرفت و جان باخت. در این میان پویشی به نام پویش امام پرانی هم به راه افتاده که در آن افراد از پشت به سمت یک روحانی رفته و با زدن امامه او آن را بر زمین پرت می کنند تا حرمت لباس روحانیت را بریزند. آن سه مورد اول و مورد پوشش امام پرانی و نیز موارد دیگری که پیش از این رخ داده نشان دهنده سطح تنفری است که عاملان این رفتارها و اقدامها در دلشان از روحانیون دارند. و این تنفر هیچ دلیلی نمیتواند داشته باشد جز اینکه ناشی از عملکرد رفتار و کردار دولت مردان و حاکمان جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر می باشد. اما در این میان نباید فراموش کرد که به رغم خطاهای رفتاری و اقدامی حکومت ایران که باعث ایجاد چنین فضای علیه روحانیت شیه شده نباید همه روحانیون را با یک چشم دید زیرا هستند روحانیون بسیار زیادی که در ایران زندگی می کنند و خودشان هم مورد ظلم و ستم حکومت قرار گرفتند. این روحانیون که عمدتا مستقل هستند و یا به جریان متضاد و مخالف حکومت ایران تعلق دارند خود نیز قربانی اون حکومت بودند و سالهای سال انواع ظلم ستم بازداشت و شکنجه را در ایران چشیدند. نمونه آن هست خانگی مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی آزار و اذیت و فشار قرار دادن بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام مزله بازداشت و ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین حسینی شیرازی دام مزله تنها چند نمونه از اقدام های حکومت ایران علیه روحانیون مستقل شیعه در ایران است گفتنی در چهارده قرن گذشته نیز مرجعیت شیعه و علما و روحانیون نیز همواره از احترام و جایگاه بسیار خوبی نزد عموم مردم برخوردار بودند به گونه ای که در حوادث مختلف وقتی فتوای عمومی صادر می کردند جمع کثیری از شیعیان به ندای آنها لبیک لب می گفتند و به میدان می آمدند برای نمونه می توان به فتوای تنباکو میرزای شیرازی و فتوای جهاد کفایی مراجع تقلید معاصر شیعه علیه سنی های تندروی داعش و نیز همراهی مردم در قیام آیت الله العظما سید محمد تقی شیرازی در سال 1920 میلادی علیه انگلیس ها در عراق اشاره کرد همه این جریان ها اشق و علاقه و طبعیت شیعیان از مراجع و علما را اثبات می کند. بر همین اساس جا دارد از کسانی که چشم بسته و نشناخته روحای نیون شیعه را مورد حمله و اهانت قرار می دهند گلایه کرد و از آنها بخواهیم میزان در قضاوت افراد را عملکرد ایشان قرار دهند نه لباس و پوشش آنها را فاطمه موسوی اخبار شیعه